در تعریف عادت ما رو گفتیم که اون چیزی است که انسان بارها او رو تکرار میکنه در زندگی خود که جزء شخصیت او میشه جزء طبیعت او میشه بلی. و با او اونس میگیره یعنی از خلق و خوی او حساب میشه ولی ای که شما میفرمایید موضوع برنامه ما که شما فرمودین امروز مورد بحث ما چرا عادت های بد رو ترک درست. کنیم اصلا ضرورت و اهمیت این ترک عادت های در زندگی ما چقدر تاثیر گذاره چقدر میتانیم زندگی خود متحول کنیم بلد. به وسیله همین ترک کردن یک مقدار عادت ها همونطور که شما فرمودین یک زرم ف... مثال رو فرمودین این زرم مثلا ما میگیم کاملا اشتباه چون انسان بالاتر از قدرت بالاتر از او داره به متان عادت های بعد خود خود تغییر و نه تنها مر... بیماری یومرازی برای او رخ نمیده بلکه زندگی سعادتمندی رو داره بله. و زندگی موفقیت آمیزی رو داره البته عادت ها هم خود به طریقه های مختلفی باز تقسیم میشه بعضی مشکل تره برای ترک آداب. ها بعضی راحت تر میشه اونها رو ترک کرده حتی بعضی رو میشه ما جایگزین بری از اونها قرار بدیم پس به طریقه های مختلف ما ترک عادت ها داریم ولی ام. اما اینکه چرا ما بخوایم عادت های بد خود ترک کنیم بله. این رو ما میگیم زمانی یه انسان دانسته یا نادانسته یک کارایی را انجام بده نه. یک سری از عادت هایی هست که به اونها دیگه اونس گرفته حتی ما... نه بعض وقتا ما متوجه نیستیم گفتیم که یادت بده باید دلیم. یکی دیگه به ما تذکر بده یا مثلا پر... یه خود فکر کنیم که به این نتیجه برسیم خودنگری داشته باشیم خودشناسی داشته باشیم یا خود آگاهی, آگاهی داشته باشیم که ما به این نتیجه برسیم مم. که همه عادتی که ما دارم عادت بدی هست که باید اونها رو ترک کنم و اما ما بری چی بخوایم یادت ها رو ترک کنیم امروز مورد بررسی قرار میدیم اینو میگیم که هر که انسان با او خلق و خوب بگیره یکی از کلامی از فرمایش از امام علی علیه السلام که میفرمایند لأعادة على كل الانسان سلطان یعنی عادت ها بر هر انسان سلطه داره این رو باید ما قبول کنیم که داخل زندگی ما اگه عادت ها بر ما تسلط پیدا کرد اگه عادت ها باعث شد که بر ما تاثیر بگذاره ام. دیگه ما تحت تاثیر او عادت قرار میگیریم می یعنی او عادت ها ما رو پیش میبره پیش میبره حالا گاهی وقتا شاید به شکست و ناموفقیت ها و خدای نکرده حتی به نابودی کشانده شوه احسان اگه عادت بدی آدت باشه اگه بد باشه اگه خوب باشه که, که باعث پیشرفت انسان هست ولی زمانی عادت ها وقتی جز خصلت او شد وقتی جز برنامه های کری از او شد که بعضی از عادت ها هستن افراد متاسفانه الان ما در تیب صحبت ها خود میگیم که با چنان جز برنامه کری نمیشه اگه روزی او عادت انجام ندم او روز برای اینا تیر نمیشه اصلا درست یعنی, یعنی چنان به او خو... زیاد دیگه کاملا اونس, اونس گرفتن, آره. و این عادت ها ما... بعد ما میتونیم می بگیم دشمن سرسختی برای انسان های یکی از دلایلی که ما باید عادت ها رو در... ترک کنیم اینه که اینا دشمن انسان انسانن باعث میشه که انسان را از پیشرفت باز بدارن بله. از موفقیت باز بدارن نگذارن که انسان به او جایی که مایه برسه بعضی از عادت ها واقعا در زندگی انسان تاثیر گذارن همینطور که امام علی علیه السلام میفرمایه عادت دشمنی است که انسان را در تملک خود قرار میده یعنی ما تحت همون زیته همون عادت در آن میگیریم و این تسلط باعث میشه که عادتهای ناپسند بر صاحب او پیدا بشه و روز به روز هم تغییراتی در زندگی او ایجاد بشه و رشد کنه این رو باید دقت کنیم عادت ها اگه زیاد تکرار کنیم باعث میشه که او عادت ها بیشتر در ما تکسی و بیشتر خواسته باشیم اونا رو تکرار کنیم به خاطر او لذت که میبریم از بس که خصلت ما به او خلق و خوب پیدا کرده دیگه او بد بودن از او بره ما قب بودن از او از بین میره شده جز روال طبیعی روال زندگی, روال طبیعی و, و زندگی. فردی و اجتماعی ما دیگه اصلن از این رو اهمیت داره که ما اینها رو ترک کنیم